کنم خدمت عزیزانی که اضافه شدن، امیدوارم که خوب و خوش باشن. این قسمت ششم فکر کنم از سری لایف های پشت پرده علم هست و اینکه امروز با علیرضا وفای صدر خدمتتون هستیم، میخوایم گفتگو بکنیم. علیرضا آی پی ام دوره پستاکه و فیزیک و یه جورای دیتا ساینتیسته و کار با داده میکنه. در امروز ما میخواییم در مورد دنیای داده ها صحبت بکنیم، البته بخشش که مربوط به نجوم هست. من عزیزا با سالا که صحبت میکردیم در مورد علم و اینا، اونجا خیلی تاکید کردیم که زبان علم فیزیک و کلا زبان علم ریاضیه و کسی که میاد فیزیک اصلا باید میونش با ریاضی خیلی خوب و اوکی باشه. بعد ولی یه ابزار دیگه ای که خیلی مهمه توی نجوم مخصوصا و توی فیزیک کار کد نویسیه، اینکه شما این مهارت رو داشته باشی که بتونی کد بنویسی و خیلی محاسبات رو با کد زنی و اینا انجام بدی. البته شاید مثلا اون بخش کسایی که تئوری و اینا کار میکنن یه مقداری این بخش کمرنگ باشه و سمت این چیزا هم شاید نرن، ولی بخش زیادی حتی کسایی که کار آزمایشگاهی میکنن برای سیمولیشناشون و اینا مجبورن که کد نویسی یاد بگیرن و یه زبان برنامه نویسی یاد بگیرن. خواهی بحث ها اینجا شروع بکنیم که خوده در مورد این چیزا حرف بزنیم. آره. توی حالا فیزیک ما به عنوان علم دقیقه میشناسنش از قدیمی ها، نکته اینجاست که ما ابزاری که انتخاب کردیم برای توصیف در حقیقت هدف توصیف طبیعتی، و برای اینکه بتونیم این طبیعت رو توصیفش بکنیم رو میاریم به مدل سازی. یعنی ما علاقمندیم اونجایی که دوست داریم بتونیم یه چیزی رو از طبیعت برداریم بیاریم براش یک سناریویی بنویسیم که اون سناریویی به ما قدرت پیش بینی بده، این میشه مدل سازی. ابزاری که واسه این مدل سازی الان در دستمون داریم میشه همون ریاضیات. یعنی مثلا ما از توابع ریاضی، از روابط ریاضی استفاده میکنیم که اون مدل سازی رو انجام بدیم، یا در حقیقت نقشه طبیعت رو متوجه بشیم که داره از تو چه قوانینی در میاد. بعد وقتی این مدل ریاضی رو میسازیم، خب چند تا مدل ریاضی ساخت میشه؟ ساخت بی‌نهایت، چون که ریاضیات در فکرش بسته نیست و یه عالمه مدل ریاضی مختلف و زیادی میشه ساخت. ولی نکته اینجاست که وقتی مدل ساخته میشه و از این طرف ما طبیعت رو داریم، باید بتونیم این مدل رو با این طبیعت مقایسهش بکنیم. پس نیاز داریم از طبیعت داده بگیریم. هر چقدر این داده کمتر باشه، مثلا گذشته ما یه آزمایش طراحی میکنیم، میایم مثلا 10 بار چیز رو اندازه میگیریم، تو اون مدل میبینیم میخونه یا نمیخونه، میگیم خب این مدل داره کار انجام. ولی هر چقدر این دیتا شروع کنه به زیاد شدن، اهمیت دیل کردن با اون داده مهمتر میشه. هر چقدر داده بزرگتر بشه ما واسه اون سخت‌تر میشه که ببینیم آیا این مدل بهتر بود یا اون یکی مدل بهتر بود که به اون طبیعت داره میخونه یا نمیخونه. در حقیقت فیلتر ما واسه اینکه بتونیم بگیم کدوم مدل داره خوب کار انجام میده میشه اون داده. و این اولین جایی که به نظرم داده مهم میشه تو فیزیک. آره، و من هرچی بهم هر جا چیز بود به اونو قطع کن، چون هرچی نگیم من هی ادامه میدم. آره، با خاطر همین هست که من شخصا یه اعتقادی که دارم اینه که دیتا ساینس به شدت نزدیک به فیزیکه. اینه دیتا ساینس رسمن همون فیزیکه، فقط حالا با یه سری تفاوت‌های فلسفی شاید. ولی یعنی فیزیکی‌ها دوست دارن طبیعت رو مدل بکنن به خاطر اینکه مدل کردن به صورت به ماه و مدل کردن واسهشون مهم و مقدسه، فهم طبیعت واسهشون مهمتره. تو دیتا ساینس یه ذره اینا کم رنگ‌تر میشه، ولی خب کار همونه. و شما تو فیزیک حرکت اجسام رو دوست داری مدل کنی، تو دیتا ساینس رفتار مشتری رو مثلا. حالا توی جاهایش که الان دیتا ساینس هاته و مردم معمولا وقتی میگی دیتا ساینس معمولا آدم تو ذهنشون میاد، ولی این همونه، خیلی فرق نمی‌کنه. خب حالا ابزاری که ما باش این کار رو انجام میدیم، یعنی چیزی که توی دیتا ساینس مردم باش کار میکنن، زبان برنامه نویسی و کدزنیه دیگه. دقیقا، شما زمانی که دیتا داری، یعنی این دیتا رو باید یه جایی حالا ذخیرش کنی، نگهش داری، حالا میتونه رو کاغذ باشه که معمولا این نوع نوشتن‌های آنالوگ دیتا و هر جوری که مثلا ما خیلی باش راحت تر بودیم از گذشته تر، ولی خب از یه جایی به بعد ما شروع کردیم دیجیتال دیتا رو سیف کردیم.
و این دیجیتال سیف شدن دیتا ما رو میبرد به این سمت که خب اگه میخوای به اون دیتا دسترسی داشته باشی باید بتونی با کامپیوتر صحبت کنی، چون دیتا رو کامپیوتر ذخیره شده و کامپیوتر چی میفهمه؟ کامپیوتر منطق میفهمه و ریاضیات دوباره. یعنی شما واسه گفتگو کردن با کامپیوتر واسه اینکه بتونی به دیتا دسترسی داشته باشی از لول اول تا نه تحلیل نیازمند اینی که بتونی با کامپیوتر صحبت کنی. ما اگه بخوایم بریم چین به زبان چینی با چینی ها صحبت میکنیم، اگه هم بخوایم با کامپیوتر صحبت کنیم باید به زبان کامپیوتر صحبت کنیم. زبان کامپیوتر میشه برنامه‌نویسی، در اصطلاح بهش میگیم برنامه‌نویسی. و اینکه تو توصیه‌ات برای اینکه کسی بخواد زبان برنامه‌نویسی یاد بگیره چیه؟ از کجا شروع کنه؟ احیانا با کدوم زبان شروع کنه؟ توی ساینس معمولا توی پارت فیزیک و یه قسمت هایی مثلا از ریاضیات و حالا بعضی از جاهای دیگه ساینس مردم معمولا با فورتران خوشحال بودن از گذشته، به خاطر اینکه فورتران فرمولا ترنسلیشن فکر میکنم میشه مخفف فورتران، نهایت فورتران مخفف این همچین چیزیه حدودا، واسه این بوده که شما بتونید فرمولا رو ببرید تو کامپیوتر و ازشون کار بکشی و اجراشون بکنی. تو سایت های دیگه مردم سی رو هم استفاده میکردن، مخصوصا را سی پلاس پلاس، و تو سایت مثلا جاهای دیگه ساینس مثل استاتیستیکس و اینا آر رو استفاده میکردن. اینا گذشته این داستان بود و خب معمولا اونجا من خودم مثلا با فورتران شروع کردم، ولی خب اونجا کد نوشتن معمولا به خاطر اینکه یه ذره دور از زبان انسان، شما مثلا یه کد رو بخوای دیولپش بکنی، من این مثالو میزدم مثلا من وقتی مستر بودم با فورتران کد میزدم به استادم مثلا دکتر موحد میومد میگفتش که خب این کارو انجام بده، بعد من میرفتم مثلا من دانشجو فرزش بودم مثلا 3 هفته بعد میومدم میگفتم دکتر اینو زدم کدشو، بعد دکترم خوشحال میشد. ولی بعدها زبان های برنامه نویسی خیلی تلاش کردن که هی نزدیک تر بشن به زبان هیومن و پایتون گل اون زبان ها بود اون زمان و هنوز هم به نظر من هست، با اینکه ممکنه کم کم زبان های دیگه هم بیان که شونه به شونه پایتون بخوان تلاش کنن که بمونن، ولی خب پایتون زبانی بود که خوب بود. اگه دوباره بخوام برگردم به اون متریک قبلی مثلا اون موقع، الان دیگه دکتر موحد به من میگفت برو کد اینو بزن برگرد، مثلا من 2 روزه برمیگشتم دیگه، 3 هفته طول نمیکشه. برای همین این یه ساید داستانه، من الان یه جورایی گفتم توصیه‌ام چیه، یعنی پایتونه، ولی خب یه ساید دیگه داستانی که خب کامیونیتی خیلی بزرگی داره، دیولپ کردن سریع مهمه، به خاطر اینکه شما قبلا شاید معنی داشت که بگی من میرم 3 هفته دیگه میام، ولی الان اگه بری 3 هفته دیگه بیای نتیجت دیگه خیلی به درد نمیخوره، به خاطر اینکه یه عالمه آدم یه عالمه کار دیگه انجام بده. برای همین سرعت توسعه خیلی مهم میشه توی این دورانی که الان زندگی داریم میکنیم و این سرعت توسعه تو پایتون قابل قبول، برای همین پایتون رو من توصیه میکنم. و اینکه چطوری بیان توش شروع کنن و یاد بگیرنم، من خودم آدم بسیار تجربه گراییم، یعنی معمولا تو زندگیم جای سنگ های زیادی رو سرم، بعد برای همین خودم همیشه ترجیح میدم یه چیزی رو برم توش و یادش بگیرم تا اینکه بشینم براش کورس نگاه کنم، کتاب بخونم. مثلا کتاب خیلی شاید من شاید تا حالا یه کتاب هم راجع به پایتون نخوندم، ولی بلاگ زیاد خوندم، پروژه های مردم رو زیاد اصلا کمک کردم انجام شه، یا رفتم نمیدونم استک اورفلو خوندم. و حالا به خاطر همین روحیه خودم اعتقاد شخصی اینجوریه که پس اگه کسی میخواد برنامه‌نویسی یاد بگیره سراغ کتاب بره خیلی به دردش نمیخوره، باید یه پروژه برداره و شروع کنه با یه نفری که بلده یا استک اورفلو اینا سرچ کنه و بره جلو و تو پروژه یاد بگیره. کسی که کلن دیدی نسبت به زمان برنامه‌نویسی نداره شاید بد نباشه که اول یه دید کلی پیدا بکنه که اصلا اصطلاحاتشی، ولی دیگه از یه جایی به بعد، یعنی شما یه مقدمات خیلی کمی هم بقول تو بدونیم، همین اینترنت کار آدم را میدازه، یعنی واقعا با سرچ و با اینکه یه مسئله رو خودت حل کنی کامل خیلی چیزا دست میاد و کتاب خوندن من به نظر به جایی نمیرسه این داستان. آره منم اینجوری فکر میکنم. آره خب یه مقدارم شاید این به خاطر اینه که من تجربه مثلا زبان برنامه‌نویسی سطح پایین رو مثلا مثل فورتران و اینا رو داشتم و اومدم سراغ پایتون، یعنی شاید این یه ذره یه مقدار زیادی باعث شده بود که من کانسپت های برنامه نویسی رو اوکی باشم باهاش. و اینکه میگی مهمه واقعا، یعنی آدمی که
بتونه سریع الگوریتم تو ذهنش بنویسه و بتونه بگه من چی رو قراره از کامپیوتر بخوام، حالا این regardless of چیز programming language، یعنی هیچ مهم نیست تو داری به چه زبونی بنویسی، بتونی بفهمی من این درخواستم رو چجوری باید بس کامپیوتر بنویسم. این یه چیزیه که به نظرم با تو پروژه بودن و تجربه به دست میاد، ولی خیلی مهمه که تو ذهن الگوریتم نویسی داشته باشی. و این شاید یه مقدار اولیش، آره شاید یه مقدار که اولیش از تو کتاب به دست بیاد، من اینو رد نمی کنم. بریم یه خورده بریم وارد بحث نجوم بشیم. اون عکسی که از سیاه‌چاله پارسال گرفته شد، یعنی منتشر شد، چون که دو سال طول کشیده بود قبلش، من فکر میکنم داشتم میخوندم میگفتن که توی یه هفته داده گیری که حالا احتمالاً 24 ساعت هم نبوده دیگه، تا یه هفت روز بوده توی مدت کوتاهی، دیتایی که جمع شده حجم کل دیتاها حدود، یعنی از اوردر پتا بایت بوده، هم 5 پتا بایت هم چیزی، که بعدن کلی اینو اومدن توش کار انجام دادن و ترتمیزش کردن تا رسیده به این عکس. الان پروژه‌ای که وجود داره و تلسکوپایی که دیده میشه واقعا به نظر میرسه همه اینطوریه، یعنی که داده‌هایی که مردم میگیرن حجمشون خیلی زیاده، انگار نرخ داده‌گیری خیلی زیاد شده. ما به دو دلیل الان داده هامون هی داره بزرگتر میشه، حداقل من این دو دلیل رو بلدم. یکی این که تعداد ابزرواتوری هامون داره زیاد میشه، یعنی مردم دارن علاقمند میشن، این که شما بتونی یه تلسکوپ بسازی و اهمیت این که تلسکوپ داشته باشی، هزینهش داره میاد پایین و پذیرشش داره میره بالا. بخاطر همین شما نگاه که میکنی میبینی الان تعداد رصدهایی که در حال برنامه‌ریزی شدن و ساخته شدن خیلی زیاده، آزمایش ها کلن در حال دیگه مهم داره میشه این که شما داده جمع. به نظرم یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه اینه که خب پیشرفت تکنولوژی باعث میشه که ما بتونیم میزان دیتا و دیتای با کیفیت بالاتری رو در حقیقت گدر کنیم. این دوتا باعث میشه که ما یه دفعه یه عالمه دیتا داشته باشیم، و اگه مثلا تا دیروز یه هاردورایی رو استفاده می‌کردیم که خیلی کمتر می‌تونستن دیتا بگیرن با دقت پایین‌تر، الان اینا هم دقتشون بالاتر شده، هم کپاسیتی گرفتن دیتاشون زیاد شده. برای همین طبیعتاً ما یه دفعه با یه حجم بسیار زیادی از دیتا سر و کار خواهیم داشت، و توانایی ما هم برای اینکه این توسعه رو هی ببریمش جلو داره بیشتر میشه. مثلا شاید یه روزی اگر ما میومدیم میگفتیم، مثلا 30 سال پیش میگفتیم که ما میتونیم مثلا 200 تا دیش بزنیم یه جا و این 200 تا دیش رو یه دونه تلسکوپ حسابش بکنیم، شاید خیلی وسعت زمان فانتزی بود، و صرف این که شما یه دونه دیش داشته باشی به عنوان تلسکوپ رادیویی واسهشون جذاب بود به اندازه کافی. ولی الان نه، الان خیلی منطقیه که شما میگی آقا من یه دشت دارم وسطش کلی دیش میریزم و این میشه تلسکوپ رادیویی، و اون وقت هر کدوم این دیشا شاید خیلی بیشتر، یعنی هم تعداد بیشتر شده، هم هر دیش شما بیشتر از دیشای گذشته داره دیتا میگیره، به خاطر همین حجم دیتا دی دفعه کلی زیاد میشه. و حالا تبعاتش چیزایی که پیش میاد به عنوان اینکه دیتا زیاد شده و شما باید بتونی از تو اون دیتا، تا دیروز شما توی مثلا یه دیتای کوچیکتری دنبال اطلاعات و اینفورمیشن میگشتی، ولی از امروز باید توی دیتای خیلی بزرگتری دنبال اطلاعات بگردی. یعنی همون چیزی اینجا دیتا ساینس داریم، بیگ دیتا یا داده کلان. دقیقاً دقیقاً. و اینکه حالا ما یه داده خیلی گنده ای رو داریم، اینو بعد چه بلایی سرش بیاریم؟ یعنی احتمالا خیلی از این داده بعد نویز و پرت و پلا و اینا باشه، چجوری میان از توش ساینس در میارن؟ دقیقا وقتی که ما دیتا رو جمعش میکنیم و با اون ابزاری که خیلی حساس ترشون کردیم، درسته که خیلی اطلاعات بیشتری ممکنه بگیریم، ولی از طرفی هم واقعا داریم اطلاعات مزخرف بیشتری هم بگیریم. یعنی دیتا ریداکشن اینجا، اگه مثلا تا دیروز مثلا 10 گیگ دیتا رو دور میریختیم، از امروز واقعا شاید لازم باشه که چند پتابایت از دیتا که گرفته شده رو بریم دور، چون مهم نیست. حالا مثلا تو کیس خاص SKA که من باهاشون سر کله میزنم، و من سعی میکنم یه ذره داستانشو شفافتر کنم، جاهای دیگه هم حدوداً شبیه اینه، مخصوصا توی رادیو استرونومی، ولی خب باز ممکنه متفاوت بشه. حالا اگه کیس خاص دیگه ای بود باز میتونیم راجعش صحبت کنیم.
مثلا الان ما یه عالمه دیش داریم توی اسکی یا آنتن داریم، مثلا از اوردر 130 هزار تا آنتن توی دشتی پهنه، یا توی من محدوده چند مثلا 100 کیلومتر مربعی پهنه، یا 200 دیش مثلا دارن. اینا هر کدومشون دارن دیتا میگیرن و تداخل اینا رو ما میتونیم حساب کنیم به عنوان دیتایی که داریم میگیریمش، واسه اینکه بتونیم حالا اون اینفورمیشن رو که میخوایم از توش در بیاریم. و این دیشا دارن 24 ساعته دیتا میگیرن. حالا چه دیتای دیگه ای داره تو اینا ریخته میشه بجز اینکه اینا رو به آسمونه؟ موبایل یکی زنگ میزنه با یه شدت خیلی بیشتر از اون سورس هایی که تو آسمون قرار دارن دیتا شروع میشه ضبط شدن، با اینکه واسه دیتای موبایل طرف ما نمیخواد. یا یکی یه ماکروویو روشن میکنه، یکی یه بوق میزنه، نمیدونم فنس های الکتریکی اگه وجود داره دیگه، رادیوهایی که مردم باش رادیو گوش میکنن، شبکه های وایرلس، مخابراتی هستن، هر چی دقیقا، هر اتفاقی که داره توی امواج رادیویی که معمولا طول موج محبوبیه واسه تلکامیونیکیشن رو کره زمین، هر کدوم اینا که داره اتفاق میفته ما داریم دیتاشو جذب و هیچ کدومونا رو نمیخوایم. به خاطر همین یک مرحله بسیار بزرگ دیتا ریداکشن وجود داره. و حالا ما الان یعنی یه مثلا استخر خیلی بزرگی از دیتا داریم که بهش میگیم مثلا اون منبع بیگ دیتامون، باید بتونیم بریم تو اون قسمتایی از دیتا رو که کثیف شده رو مثلا توسط موبایل خراب شده یا هر چیزی فرکانسی دیگه افتاده روش که معمولا بهش میگن RFI، رو باید بتونیم حذفش بکنیم. اینو آدمیزاد نمیتونه انجامش بده. به خاطر همین طبیعتا ما باید یه چیزی بنویسیم که کامپیوتر بتونه این کارو انجام بده، چون که از اوردر مثلا ترابایت بر ثانیه داره دیتا میاد همینطور و آدم نمیتونه طبیعتا بشینه پایین. این دوتا چیز میطلبه دیگه. ما از یکی از لول سخت افزار باید بشینیم سخت افزاری رو بسازیم که بتونه از اوردر مثلا ترابایت بر ثانیه رو هندل کنه، دیتا که بیاد بتونه همونجا دیتا رو تمیزش کنه مثلا. و خب این طبیعتا باعث شد که مثلا تو همین SKA کامپیوترایی که اینا خواستن که ساخته بشه واسه پروسسورهای SKA، او از مثلا سوپر کامپیوترایی که تو سال 2019 در دنیا بود باید قوی تر می بود حتما و الان مثلا داره ساخته میشه و باشه با قولای کامپیوتری دنیا دارن صحبت میکنن، در حقیقت صحبت کردن که این قسمت های هاردورشون نصب بشه و ساخته بشه. این بس در مقام هاردور میشه که یه قسمتیه که به ما این جرأت رو داد. یعنی ما تا 20 سال گذشته جرأت نمیدادیم به خودمون بریم سراغ بیگ دیتا، یه دلیلش هاردور بود که اصلا نداشتیم، میگفتیم خب این همه دیتا داشته باشیم کاری نمیتونیم باشه. این پس قسمت هاردورشه. قسمت سافتورش میشه اون که تو بیای یه الگوریتمی بنویسی که بتونه بره اینا رو پیدا کنه، ریکگنایز کنه که کجای دیتا چیزی به در نخوریه مثلا و بریزتش دور. و واسه این الان مثلا تو این قسمت الان من خودم مستقیم دارم کار میکنم. شما یه عالمه بعد اول بیای شبیه سازی کنی که اون تلسکوپ چی قراره بگیره و اگه یه آسمان فرض شده ای رو شما داشته باشی چه تداخلاتی ممکنه توش بیاد و اون تداخلات رو شبیه سازی کنی و بیای بری یا خودت یه الگوریتمی بنویسی با دست هارد کدش کنی که اگه این اتفاق ها واسه دیتا افتاد اینا رو حذفش کن. ولی خب همیشه که اون رفتارهای دیتای مزاحم یه جور نیست. واسه همین خب یه راه بهتر میتونه این باشه که شما بیای شبیه سازی کنی اون اتفاقات رو و بعد بیای به ماشین بگی برو یاد بگیر اونا رفتارشون چطوریه، بعد بری از اون دیتا بزرگه از ماشین بخوای که اون اثرات رو حذفش کنه. این تازه مرحله تمیز کردن دیتا است و یکی از مراحل تمیز کردن دیتا است اگه راستش رو. این دیتا تازه میاد یه مقدار زیادیش کاهش پیدا میکنه و ما داریم سعی میکنیم که این کاهش افیشنت باشه واقعا، یعنی دیتایی که واقعا به درد نمیخوره دور ریخته بشه و تا حد ممکن دیتایی که به درد میخوره نگه داشته بشه. بعد از این تازه دیتای خام به دست میاد. دیتای خام به معنی این که حالا تو تازه یه عالمه اینترفر دیتاهای تداخل سنجی رو داری و بعد تازه باید بشینی از روی این و با محاسباتی که انجام میدین رو برسونی به ایمیج. بعد از ایمیج تازه شما ممکنه یک پدیده رو کشف کرده باشی که حالا باید بری تحلیل کنی ببینیم تو اون ایمیجی که گرفته شده چرا این فرکانس ها مثلا کجای ایمیج قرار دارن، این به معنی چه جور تحولی در اون آبجکتی که داری نگاش میکنی. و بعد تازه میشینی برای اون تحولی که از روی اطلاعات اون ایمیج ساخته شده داری داستان سازی کردن که این میشه اون تئوریای نجومی مثلا که مثلا
حالا پدیدارشناسانه یا فیزیک یا تئوریتیکالی شما میای مثلا میشینی یه مدلی برای اون ایمیج خاص میسازی. این یه لوله که میشه استرونومی داستان و احتمالا استروفیزیکس داستان. یه لول دیگه ای داستان هم اینه که شما میای یه عالمه از این تصاویر رو جمع میکنی، مثلا شروع میکنی یه توضیحی رو در کیهان حدس زدن با استفاده از این دیتا. این توضیحی که به دست اومد تازه از روش میری آمارش رو میخونی، بعد مثلا میشه احتمالا پاور اسپکترومی که توی کیهان شناسی نظریه میاد پاور اسپکتروم رو پیش بینی میکنه. یعنی مسیری واقعا طولانیه و یه عالمه اتفاق افتاده که تو بتونی بیای بگی من تئوریم یه پاور اسپکترومی رو پیش بینی میکرد و تو رصد من بعد از یه عالم سر و کله زدن یه پاور اسپکترومی در آوردم و اینا نشست رو هم و تو هر دو طرف ممکنه فالس وجود داشته باشه. یعنی شما ممکنه تو تئوریت مشکل وجود داشته باشه که خب تئوریسین ها هی سعی میکنن تئوری رو تصحیح کنن و از این طرف هم تو ابزرویشن ممکنه هزار تا مشکل وجود داشته باشه، که همان که ما مثلا توی این رصد اخیر امواج گرانشی که اومد ما از اینکه 2 سال پیش دیدیم که تو یه مدتی مردم میگفتن که این به خاطر مشکل رصد واقعا و تمیز کردن دیتا درست نبوده و تا یه مدت طولانی طول کشید تا این اتفاق اپروف شد و هنوزم بعضی ها توش انکلت میارن. واسه همین میخوام بگم مسیری که هر جایش ممکنه شما بتونید تشکیک وارد بکنید این هست. واقعا خیلی 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 نکته خوبی رو گفتی. اینکه مثلا میگن که فلان دانشمند اومد فلان تئوری رو داد و همه قبول کردن، علل اصول اون تئوریه با ابزرویشن و رصد چک شده و تو این مسیر رو گفتی که از اینکه حالا اون تلسکوپ داده بگیره، حالا بگذریم از اینکه چه تکنولوژی پشت اون تلسکوپ ها هست، همین که داده رو بگیریم و بیایم ترتمیزش کنیم به یه جایی برسه که تازه برسه به دست اون ساینتیست بتونه باش تحلیلی انجام بده و یه پدیده فیزیکی رو توضیح بده، این مسیر خیلی طولانیه و آدمای مختلفی هم درگیر هستن توی این مسیر. و گفتی که ما برای این کار به کامپیوتر یاد میدیم، اما مبحث ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین که در واقع بگیم اینا رو یاد بگیر که برو مثلا بقیهش هم خودت انجام بده که بتونیم از عهده این حجم زیاد دیتا و داده کلان بر بیاییم. حالا چیزی که سوالی که میشه اینجا مطرح کرد اینه که توی نجوم مخصوصا مردم چی کار میکنن، یعنی ماشین ها چی کارا میتونن برای ما بکنن. میگی مثلا کار ما راحت میکنن، ما نمیتونستیم قبل از اون انجام بدیم، اساسا توی ماشین لرنینگ که مربوط به نجوم هست ماشین ها چی کارا میتونن برای ما انجام بدن؟ آهان این الان آدم ها دارن سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه از ماشین ها استفاده کنن و هر گونه کاربردی که میشه از ماشین استخراج کرد رو بیارن تو بازی، به خاطر اینکه بازی بزرگ. اولین کاربرد مثلا همین RFID دیتکشن بود که من گفتم، یعنی شما زخم می‌خواید دیتا رو تمیز کنی میتونی از ماشین درخواست کنی. حالا این میتونه RFID مثلا میتیگیشن باشه به قول معروف، یا مثلا نویز ریداکشن باشه، یا مثلا ریکانستراکشن باشه، واسه اینکه شما اثراتی رو که مثلا اثر دهانه تلسکوپ اینه که به وجود اومده رو از روش حذف بکنی، مثلا تصویر رو باید دیکامپوز بکنی نسبت به اون اثری که دهانه تلسکوپ داشته، و هر حذف هر گونه اثرات مزاحم بهتره بهش بگم، و این خودش دوباره یه طیفی از کاربرد. مثلا هر اثر مزاحمی وجود داشته باشه، مثلا یه ریسرچ دیگه الان برید اینا معمولا بزنید راجبش هست، نویز ریداکشن تصاویر خورشید مثلا، چون نویزایی که به وجود میاد شما گاهی وقتا نویز خودش با یه کورلیشنی ممکنه داشته باشه و نویز سفید نباشه، بخاطر همین این باعث میشه که ماشین بتونه یاد بگیره یه مقداری از نویز رو حذفش بکنه و تمام کاربردهای دیگه. پس یه کاربرد میشه اصل حذف اثرات مزاحم. یه کاربرد دیگه مثلا میشه اینکه شما اثرات مزاحم رو حذف کردی ولی به همه یه تصویر علاقمند نیستی، به یه چیزایی تو تصویر علاقمند. مثلا من اگه یه ایمیجی گرفتم که توش توی یه ایمیج بسیار بسیار با رزولوشن بالاه، مثلا فرض کنید 32000 پیکسل در 32000 پیکسل، بعد توی این ایمیج من مثلا 10 میلیون تا آبجکت دارم، این 10 میلیون تا آبجکت رو نمیتونم با دست برم پیداشون کنم و بقیه جاهای ایمیج هم برام جذاب نیست، اون آبجکت ها باسم جذاب.
حالا اگه من بخوام اون آبجکت ها رو درشون بیارم از تو اون تصویر، باید یا 10 میلیون مثلا 1 میلیون نفر رو بشونم بگم نفری 10 تا مثلا در بیاری. این یه ذره سخت میکنه کار. برای همین خب طبیعتا ماشین اینجا به ما کمک میکنه، یعنی پیدا کردن اون چیزایی که واسه من جذابه. حالا یا اون چیزایی که واسه من جذابه رو من میدونم چیه، مثلا مثل همین آبجکت ها، که این دوباره باز خودش یه تیف پیدا میکنه، من یه عالمه تیف چیزایی هستش که جذابه واسه من، بدونم میدونم هم چیه. یعنی مثلا میگم آبجکت ها رو برو پیدا کن، بعد تو این آبجکت ها واسه من تخمین بزن این مثلا گلکسی کوازار، نمیدونم استاره یا هر چیزیه، یا اگه هر کدوم اینا ساب تایپش چیه، و بعد بیا به من بگو که مشخصاتش چیه. اینا رو همه رو ماشین میای ترینش میکنی، میذاره روی تصویر، میره دونه دونه پیدا میکنه و واسه برمیگرده اگه درست ترین شده باشه و پرپزشو درست بتونه انجام. این یه طیف کاربرد. دوباره یه طیف دیگه کاربرد اونجایی که شما اصلا نمیدونی چی میخواد. میگی ببین من اینا رو میدونم چیه، ولی نمیدونم مثلا از بین 10 میلیون تا آبجکت کدومشون ممکنه خیلی جذاب باشن. مثلا مثال واسهتون میگم، اون زمانی که ما به خاطر یه سری آنومالی هایی که توی تاریخ علم رخ داد، مثلا اینشتین رفت سراغ نسبیت عام و تلاش کرد که مثلا یه سری پدیده هایی که تو هم کهکشان راه شیری دیده میشدند رو بخواد مثلا توصیف کنه باهاشون، ما اطلاعات نجومی نسبتا خوبی داشتیم حداقل از کهکشان راه شیری و حرکت اجرامش. ولی نکته ای که بود این بود که اون چیزی که انتظار نداشتیم باعث شد که متوجه بشیم نیاز به کارکشن داریم تو تئوری، و اونم میزان خیلی کمی از اینفورمیشن بود. یعنی ما خیلی شاید اطلاعات ثبتی داشتیم از حرکت اجرام منظومه شمسی، ولی اون اطلاعات ثبتی خاصی که به صورت آنومالی وجود داشت باعث شد که اینشتین بشینه به این فکر کنه که پس من نیاز دارم که احتمالاً تئوری گرانش رو تصحیحش بکنم. ما به این میگیم آنومالی دیتکشن یا اوتلایر دیتکشن. این اوتلایر دیتکشن خودش میتونه موضوعی باشه واسه یه کشف پدیده های جدید باشه. و اینم دوباره باز مهم میشه. یعنی همین الان اگه ما مثلا بریم 10 میلیون تا آبجکت رو باید نگاهشون کنیم، که طبیعتا نمیتونیم نگاهشون بکنیم و به ماشین بگیم دستبندیشون کن، ماشین ممکنه بیاد بگه که آقا اینا همشون مثلا کهکشان بود، ولی یه رفتار غیر طبیعی نسبت به نظریات ما تو 10 تا از این کهکشان ها، از این مثلا 5 میلیون تا کهکشان، ممکنه انقدر جذاب باشه واسه ما که ما رو مجاب کنه که بشینیم دنبال اون 10 تا کهکشان بگردیم. و این اتفاق هم میفته هر چند وقت یه بار. مثلا یه نفر یه مقاله نیچر میده مخصوصا توی حال استروفیزیک که فلان پدیده مثلا در فلان مثلا کهکشان دیده شد یا در فلان خوشه دیده شد، این مثلا مؤید دارک متر بود یا نه، مثلا با تئوری‌های حاضر دارک متر نمیخوند، یا مثلا فلان سناریوهای دارک متر رو رول اوت کرد. این پدیده ها از این نظر خیلی مهم میشن. بعد پیدا کردنشون باز تو اون حجم دیتا کار غیر ممکن. یعنی شما قرار 10 تا کهکشان ایرگو، مثلا 10 تا کهکشانی که یه ذره عجیب و غریب قیافشون، یه ذره رفتارشون عجیب غریبه رو توی مثلا یه ست دیتای مثلا 1 میلیون تایی 5 میلیون تایی پیدا شد. خب این کار سختی میشه. باز اینجا ماشین میتونه به ما کمک کنه. این تا لول کاربردیه که الان وجود داره، و حالا یه جاهایی هم هستش که ماشین احتمالاً الان ما دوست داریم بره سراغش ولی هنوز موفق نشدیم استفاده بکنیم. خب دقیقاً دقیقا همین که تو گفتی که خب خیلی در واقع ماشین و کامپیوتر میتونه ما کمک کنه، چه توی هدان نویز ریدکشن، چه توی خطاها، چه توی پیدا کردن جرمایی که میخوایم. و این بخش هم خیلی جالب بود که میگید بتونه آنومالیا یا چیزایی که ما نمیدونیم رو بتونه پیدا بکنه، این هم میتونه خیلی جذاب باشه، چیزای جدید کشف بشه. ولی هرچی باشه بالاخره ماشین آدمیزاد نیست. تو میگی که زبونش هم منطق و ریاضیه، طبیعتا یه مشکلی این وسط پیش میاد. یعنی یه سری کارهایی که ما نمیتونیم بکنیم ماشین انجام میده، احتمالا یه سری کارهایی که ما چشمیم خیلی ساده میفهمیم ماشین بعد کلی زور بزنه یا آخرش هم نفهمه. اون بخشی که اینجا چیز داره اختلاف رو ایجاد میکنه چی؟ و اینکه چجوری رفعش میکنیم؟ من به عنوان یه فیزیکی و که یه زن برنامه نویسی میکنه، یا شاید به عنوان یه برنامه نویسی که یه زن فیزیک بلده، دوست دارم احساس کنم که ماشین همه کاری میتونه. یعنی این به عنوان کانسپت. ولی نکته اینجاست که خب پرکتیکالی نمیتونه. این پرکتیس داره میبینی که مثلا الان من دوست دارم ماشین خودش بشینه تئوری فیزیکی در بیاره و این کارو نمیتونه انجام بده.
همین الان دقیقا به خاطر همین اعتقادی که مثلا من میتونم داشته باشم، یه عده آدم های ساینتیستی وجود دارن که دارن تلاش میکنن قدرت تئوری نویسی به ماشین بدن. همین الان مقالش هست، مال سال 2019، چیل هو اینا کار کرد که توی اون کار تلاش کردن که مثلا با یه سری گراف نورال نتورک ها به ماشین این اجازه رو بدن که بیاد تئوری در بیاره و تئوری نیوتن رو از اون دیتا در آورد. ولی نکته اینجاست که این خیلی جذابه، ولی هنوز به اندازه کاربردی نیست که ما بگیم خب این میتونه بیاد بشینه کنار دست تئوریسین فیزیکس فیزیسیست. به خاطر همین خب این بخش رو هنوز ما واقعا نداریمش، ولی پشن داشتنش رو هنوز داریم. ولی خب آره، ما الان زمانی که ماشین رو ترینش میکنیم، حتی توی اون لول های قبلی، من واسه اینکه بیام ماشین رو ترین کنم، مثلا واسه اینکه دیتا رو تمیز کنه، اول خودم باید بشنم یه دیتا ست کوچیکتری رو شبیه سازی کنم و با اینسایت خودم، با اینتویشن خودم و اون گروهی که دارن کار انجام میدن، طبیعتا خودم منظورم هیومن، اون گروهی که دارن ساینتیستن و دارن کار انجام میدن، باید بیان اون شبیه سازی رو اپروف کنن و بعد اون شبیه سازی به ماشین داده میشه و ماشین یادش میگیره. این قسمتی که هنوز ما نداریمش توی ماشین، یا تو لول بعدی، تو اون لولی که من گفتم ماشین میاد میره دنبال آبجکت ها میگرده، دنباله به همین صورت. یعنی من باید بیام اول آبجکت رو بهش بدم، بگم ببین اینا بود که جذاب بود، برو اینا رو واسه من پیدا کن، بعد اون ترین میشه که بره اونا رو یاد بگیره پیدا کنه. از اول اگه بهش میگفتم این ایمیجه، نمیرفت اون آبجکت رو واسه من پیدا کنه بیاره. این باز قسمتیه که هیومن داره ازش استفاده میشه. یا حتی تو اون آنومالی دیتکشنه، ماشین میره یه لیستی از کاندیداهای آنومالی رو میاره، من ممکنه نصفش رو بریزم دور. به خاطر همین اون چیزی که از نظر من جذابه ممکنه از نظر ماشین جذاب نباشه، یا برعکس. یا این من دارم سعی میکنم اینترسکشن بین چیزی که واسه من و ماشین جذابه رو زیاد کنم، ولی اینا هنوز رو هم نیست. که البته یه سری بحث فلسفی هم اونجا مطرح میشه که شاید اون چیزی که باشه ماشین جذابه رو ما هنوز نفهمیدیم که جذابه. یعنی من با یه شهودی میگم اون جذابه، و با یه عدم شهودی ممکنه چیزی که ماشین گفته جذابه رو بریزم دور، ولی ممکنه اون واقعا جذاب بوده باشه و من نفهمیدم جذاب. این قسمت هایی که هنوز ما با ماشین چیز داریم، تفاوت داریم، و طبیعتا به خاطر اینکه ما رول اصلی رو به نظر میاد داریم بازی میکنیم، این ما این که تصمیم میگیریم کجا تصمیم ماشین درسته یا غلط. ولی خب ما ایمپرست شدیم دیگه، یعنی الان ما خیلی داریم از ماشین استفاده میکنیم، خیلی داریم تلاش میکنیم ماشین رو جایگزین کنیم، ولی هنوز انقدر بهش اعتماد نداریم که نتایجش رو بدون اینکه چک کنیم یا بدون اینکه ترینش کنیم اینا، خب طبیعتاً اصلا هنوز اون ماشین قدرت هم نداره، ولی آدما دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. حالا من نمیدونم کی، ولی این تلاشیه که تو همه حوزه های کامپیوتر ساینس داره تلاش میشه که این قدرت به ماشین داده بشه تا حد ممکن. من آره نمیدونم چقدر تونستم کلاریفای کنم اون چیزی رو که اون ماشین فکر کنه. نه واقعا خوب بود. و اینکه یه جای اشاره کردی که آدمای زیادی پشت دارن تلاش میکنن که حالا به نوعی به این ماشین یاد بدن که تو چی کار بکن و فلان و بیسار، و یه اشاره هم کردی که توی پروژه SKA داری کار میکنی که پروژه بین المللی، میخوای یه مقداری هم در مورد این پروژه بگو، همین که کلن اهمیت این همکاری بین المللی برای اینکه یه اتفاق نجومی آه. مهم بیفته. آره الان دو تا نکته به ذهنم میرسه. یکی این که همیشه هر جایی هر موتور هوش مصنوعی میبینید، نمیدونم چه اون موتوری که IBM ساخت اومد با آدم ها شروع کرد مناظره کردن، چه نمیدونم الکسا، چه گوگل اسیست، هر جایی که اینو میبینید به این دلیل که پشتش یک عالمه تلاش و تجربه انسانی وجود داشته. به خاطر همین این خب طبیعتا نشسته روی انسان، و هر جایی شما اون ساپورت انسانی رو قطعش کنی، اون ماشین شروع میکنه منحرف شدن. اینو همیشه در نظر داشته باشید، یعنی هر جا که صحبت از هوش مصنوعی میشه، هوش مصنوعی هنوز حداقل به ما وابسته است و به اون به یک کانسپتی وجود داره بهش میگن سینگولاریتی دیگه، جایی که ماشین خودش میتونه خودش رو دیولپ کنه. به محض اینکه ما به این نقطه تاریخ برسیم، ماشین از انسان جدا میشه و به این نقطه میگن سینگولاریتی. به خاطر چی بهش میگن سینگولاریتی؟ به خاطر اینکه سرعت دیولپ شدن ماشین محدود به سرعتی که ما داریم دیولپش میکنیم. یعنی الان من انسان محدودم،
نیاز به خواب دارم، نیاز به غذا دارم، ایده هام محدوده، دسترسی به همه نالج ندارم، به خاطر همین من دارم ماشین رو دیولپ میکنم. مثلا همین ماشین معطل من. به محض اینکه این معطل بودن از بین بره و ماشین بتونه خودش با اطلاعاتی که داره خودش رو دیولپ کنه، سرعتش یه دفعه خیلی بیشتر میشه و اکسپوننشیالی شروع میکنه به رشد کردن. برای همین به این نقطه میگن سینگولاریتی. و این چیزایی که تو این فیلم ها معمولا نشونش میدن، معمولا بعد از سینگولاریتیه که مثلا ربات ها علیه انسان قیام میکنن. یه کانسپت واقعا. اینو در نظر داشته باشید که ما اصلا هنوز به این نقطه نزدیک هم نیست. امیدوارم یه روز بهش برسیم. نکته بعدی که به ذهنم میرسه در مورد همین همکاریایی که میگی، یعنی همین اتفاقی که داره میفته، مثلا حالا چه تو SKA، چه تو ساینس فیزیک، یا به صورت خاص کیهانشناسی یا استروفیزیک، یا خارج از این حوزه است مثلا گوگل یا هر جای دیگه، IBM، به خاطر پیشرفت اصلا یه دلیل این که ما انقدر دیتا داریم، پیشرفت هاردویر بوده. و اینکه هاردویر، یعنی اگه ما یه روزی میدیدیم مثلا 20 سال پیش توی فیلمی میدیدیم که یه نفر یه صفحه دستشه و اون صفحه داره انگشتش رو تکون میده، کاملا بهش میگفتیم خب این یه فیلم تخیلی. ولی امروزه هممون دستمون موبایل هست و تبلت هست و اصلا واسمون عادی عادی شده. یعنی اگه همین تبلت شما برداری ببری 30 سال پیش، همه صف میکشن که فقط یه دست باد. آره، این میخوام بگم این اتفاق افتاده و این اتفاقی که افتاده باعث شده که اصلا تعاریف یه مقدار عوض بشه. یعنی اگه یه زمانی ما همین اتفاق باعث شد دیتا ساینس انقدر مهم بشه، و همین اتفاق هم باعث شد تعاریف همکاری عوض بشه. یعنی اگه شما الان تا دیروز دوستات از بچه های همسایه بودن، به خاطر تغییر فرهنگ و به خاطر تغییر تعاملات انسانی، دوستای شما اصلا ممکنه از جاهای مختلف تهران باشن، و به همین دلیل ممکنه دوستای شما از جاهای مختلف ایران باشن و یا از جاهای مختلف دنیا باشن. این اتفاق برای چی داره میفته؟ واسه اینکه ما ارتباط برقرار کردنمون داره از محدودیت فاصله مکانی فاصله میگیره و اون دیگه مهم نیست. عین همین اتفاق داره تو ریسرچ و بیزنس میفته. یعنی من اگه همین الان صاحب یه بیزنس باشم یا مسئول یه ریسرچ باشم، ترجیح نمیدم برای اینکه یه ریسرچر استخدام کنم صرفا به این فکر کنم که خب کی توی شهر من وجود داره. وقتی میفهمم یه نفر مثلا آقای ایکسی وجود داره که توی یه کشور دیگه است و برندم هست، آدم وقتی میفهمم اون آدم وجود داره و اون آدم میتونه مشکل حلش بکنه، سریع پروژه رو براش میفرستم، پولش هم براش واریز میکنم، حقوقش هم بهش میدم، اونم انجام میده و دیتا رو واسه من میفرسته. به خاطر همین همکاری ها داره از لول همکاری فیس تو فیس یه مقدار فاصله میگیره. کماکان فیس تو فیس یه سری مزایایی داره، ولی ما اگه دقت کنید، ما داریم تو تکنولوژی سعی میکنیم این دریره رو هی برش داریم. یه نمونهش همین لایو اینستاگرام که الان شما با دیدن من حس بهتری دارید. تا پیروز این میتونست مثل رادیو و تلفن باشه، یعنی تلکنفرانس یه چیزی بود که صرفا صدا بود، و چیزایی که الان دارن روش به عنوان آگمنتد ریالیتی کار میکنه یا ویرچوال ریالیتی کار میکنه، که شما میری توی کنفرانس میشینی واقعا و همه این آدما یه جای دیگه دنیا و شما جلوتون آدمو میبینی. به خاطر همین اگه یه ذره این موضوع رو بهش فکر بکنیم و اکستندش بکنیم این داستانو، متوجه میشیم که اصلا همکاری های بین المللی دیگه به معنی همکاری با همسایه خودت نیست، و واسه همین این خیلی کمک میکنه به پیشرفت پروژه ها و خیلی مهم میشه واسه اون پروژه که بتونه از بهترین آدم ها استفاده بکنه. و رسما میشه یک رگ حیاتی که شما بتونی، یعنی قدرت به عنوان یک فرد، من چون الان دو سمت داره این داستان، یه سمت تیم داره و پروژه و گول پروژه، یه سمت من ممبر رو داره. از طرف پروژه، هر چقدر پروژه این قابلیت رو داشته باشه که بتونه از یه نتورک جهانی استفاده بکنه، پروژه موفق تری خواهد بود قطعا. یعنی همین الان شما اگر الان برید توی وبسایتی که یه محصولی رو به شما ارائه میده، اگر این محصول ادعا بکنه که من اینو با همکاری 10 تا ریسرچر از سراسر دنیا این محصول رو ساختم، شما حالت خیلی بهتره تا اینکه بگه من اینو با همکاری بچهای محل درست کردم. این از ساید، یعنی این یه مثال کاملا مسخره بود از اینکه این موضوع چقدر مهمه، ولی خب از نظر توانایی، از نظر افزایش قدرت، طبیعتا میتونید تصور کنید دیگه. من دیگه لزومی نداره به پتانسیل های لوکال خودم فکر کنم، میتونم همین الان با یه محقق دانشگاه برکلی همکاری کنم و اونو تو بیزینس خودم، تو ریسرچ خودم استفاده کنم. از طرف
ممبر که میشم منم باز یه سری اهمیت هایی داره، اینکه من دیگه لزومی نداره نگران این باشم که واسه اینکه خودم رو اثبات بکنم حتما باید پاشم برم یه جایی، نه اینکه لزومی نداره ولی خیلی کمتر از گذشته لزوم داره. به خاطر همین شما ممکنه تو خیلی از کشورهای دنیا باشی و با یه جاهای دیگه ای کار انجام بدی و همین الان تعداد فریلنسرایی که تو شرق آسیا وجود داره اینقدر زیاده و یه عالمه درآمد بسیار زیادی که داره به سمتشون میره به خاطر کار فریلنسی کردن. عین همین باز تو پروژه های ساینتیفیک نه همین اسکی هم وجود داره و طبیعتا توی تیمی که داره شکل میگیره ممکنه یه تعدادی از اون افراد ریموت باشن و یا به صورت تو بازه‌های زمانی ریموت بشن پارت تایم. یعنی مثلا من اگه الان یه شاید تیم اس که هیچ ایده‌ای نداره که الان من مشکلاتی که دارم چیه ممکنه باشه، هرچند که اینا معمولا تو تیم استراتژی چیندن تیم همه سعی میشه که رعایت بشه که افراد از حال هم باخبر باشه، ولی من وقتی با اونا همکاری میکنم حتی ساعت‌ها دیگه ممکنه اصلا من تایم زونم با اونا اصلا متفاوته، ولی وقتی با اونا همکاری میکنم دیمندای اونا تو دودیستیم اونا رو میدونم چیه و اونا هم نسبتاً از فعالیت های من آگاه هم و ما با هم دیگه در تعاملی و با هم دیگه ریسرچ انجام میدیم، با هم پابلیکیشن داریم، محصول بهش به هم دیگه تحویل میدیم و این به نظرم یه فرصت مخصوصاً واسه مثلا کشورهایی مثل ماها که شاید یه ذره سخت تر باشه واسه شون رفت آمد، شاید که نه واسه اینکه در ارتباط باشن بتونن اثبات کنن که چقدر به درد میتونه بخورن. این به نظرم یه وجه مثبت این داستانه عوض شدن فرهنگ همکاری در دنیا. اگه چیزیش جاموند به هم بگو، من نمیدونم چقدر تونستم کامل جواب بدم. اینو گفتی الان یاد یه چیزی افتادم، یه پستی رو توی توییتر دیدم که ICTP هم رئیس کجاش بود گفت که ما سعی میکنیم که این مباحث حالا آنلاین و چیزهای دیجیتالی رو گسترشش بدیم و این کرونا خودش اصلا باعث شده که یه مقداری این وحش قضیه هم شدت بگیره و آدم‌ها برن سمت این که بتونن فعالیت‌هاشون رو همینطوری ویرچوالی یا آنلاین با سراسر دنیا و جای مختلف انجام بدن. خیلی نکته خوب و مهمیه. خب عرضم به خدمت است که اگه دوستانی که الان دارن میبینن ما رو کامنتی، نظری، سوالی چیزی دارن پایین برامون بنویسن، اگر نه که تو خودت نکته‌ای چیزی پایانی حالا یه ذره سب کنیم ببینیم سوالی میاد یا نه. لطفا لایک رو لطفا سیف کنیم چشم خانم سادری. من یه توضیح کوچیکی هم بدم، ما توی این پشت پرده علم تا الان شاید یه مقداری بیشتر به اون جنبه خود علم پرداختیم که اون فرآینده علم چجوریه. این جلسه همون یه مقداری شاید تکنیکال تر بود، البته تکنیکال تر نبود به نوعی، چون که حرفای کلی زده شد و ما مثلا نخواستیم که پریزنتیشن اینجا ارائه بدیم مثلا این چیزی. این بخش به نظرم خیلی مهم بود که در مورد دیتا اینا صحبت کنیم، چون که واقعا یه بخش مهمی از نجوم داره میره به سمت بی دیتا و ماشین لرنینگ و اینا و کاربرد خیلی زیادی داره. به نظر آمد اگر که داریم به بحث نجوم نگاه میکنی و سعی میکنیم تصویر درستی رو نشون بدیم، این بخش هم خیلی مهمه که در مورد این بحث هم صحبت بشه. و اینکه همین، اگر که ظاهرا دوستان دیگه نکته ای ندارن، من اینجا یه توضیح بدم در مورد اطلاع رسانی لایف. راستش این لایف از جانب من نبوده، من با اینکه هاستش هستم الان، من دعوت شده بودم در حقیقت و خودم هم راستش رو بخواید ایده ای نداشتم که قراره که دقیقاً چه جوری بره جلو و اینا، من مهمان بودم. بعد برای همین هم اینستاگرامم مثلا اکانتش رو فعال کردم. یعنی آره، من داخل پرانتز بگم که خیلی ازت ممنونم که به خاطر من، آره من اصلا اینستاگرام اصلا نصب من... آره خلاصه که این بقیه برنامه با هم چیز داشته باشه یه همخوانی داشته باشه، گفتم که این زحمت رو بدم بابا انجام. آها یه سوال اومد، این که به واسطه نجوم دیتا ساینس یاد بگیریم یا اینکه از ابتدا فرض، آها یعنی میگید کدومش مرجحه، این که به واسطه این نجوم یاد بگیریم یا اینکه فردی بریم دنبال دیتا ساینس؟ دیتا ساینس فردی یاد گرفتن که معنی نمیده، شما طبیعتاً باید یک موضوع داشته باشی. مثلا ممکنه بگی من دارم رو موضوع مثلا تشخیص جنگل‌هایی که
ممکنه ناحیه نواحی از جنگل که آتش گرفته در تصاویر هوایی کار کنه و این اسمش دیتا ساینس بشه، ولی موضوع اینه که برای مؤسسات جغرافیایی داری کار کنه. زمین اینکه معنی میتونم اسکرولش کنم دیگه، آره سوال رو رد دستم. به خاطر همین پس یک موضوع حتما باید وجود داشته باشه. یکی از جاهایی که مردم جذاب واسه شون که از یعنی دیتا ساینتیست ها از اونجا خروج میکنن و معمولا میرسن به جاهای خوب، معمولا فیزیکه. یعنی کلا هر ساب فیلدی توی فیزیک وجود داشته باشه، آدمایی که معمولا توش دیتا ساینس کار میکنن وقتی از اون جا خارج میشن معمولا برای اون آدمای دیگه جذابن. یعنی من خیلی شنیدم که از فیزیک آدما رفتن سراغ دیتا ساینس، و فکر کنم بهارش هم امریکاست. یعنی تو امریکا خیلی فیزیکی ها از دانشگاه که میان بیرون میرن سریع جذب بازار مرتبط با دیتا ساینس میشن. برای همین این خیلی به نظرم منطقیه که شما بگید آقا من مثلا به واسطه این نجوم دیتا ساینس رو یاد میگیرم، ولی این دیگه یه ذره تریکیه که شما بتونید بعد که میخواید سی وی بنویسید و به ملت بدید رو دیتا ساینسش استرس بذارید، نه روی قسمت نجومش. یعنی روی چیزایی که تو دیتا ساینس مهمه، رو همکاری، روی حل مسئله، روی اینکه قدرت مدیریت دارید، روی اینکه مثلا تونستید فلان پکیج رو بنویسین، روی اینا بعد احتمالاً استرس بیشتری میشه. من اگر این سوالو کم جواب دادم بهم بگید، بریم سراغ در پروژه‌های بین‌المللی. گفته بودن برای همکاری‌های بین‌المللی به این نحو آیا لازمه که حتما تحصیلات آکادمیک داشته باشیم یا اینکه همینطوری هم میشه فعالیت کرد؟ این سوال یه ذره تحصیلات آکادمیک، یعنی تحصیلات آکادمیک تعریفش میشه من که وارد دانشگاه شده باشه. تحصیلات بین المللی اگر منظور در فرایند ریسرچ، آره، به خاطر اینکه خب اون آدما معمولا با ریسرچرای دیگه همکاری میکنن. یعنی مثلا تو SKA یک حد اقلی از تحصیلات آکادمیک رو انتظار دارن. مثلا دانشجوی مسترم من پا میشم میرم اونجا میگم آقا منو تو این پروژه به قول معروف بازیم بدین، ازن استفاده کنین، یه چیزی یاد میگیرم. با این بود مثلا یکی از این دوستای ما بود کریس که این پروژه چیز بود، دانشجوی مستر بود، اومد وارد تیم SKA شد و اصلا مسترش رو با SKA بست، همین الان پی اچ دی هم داره مرتبطه با SKA میگیره. حالا این فرصت معمولا واسه اونا که اونجان بیشتر فراهمه. یعنی معمولا یه پروژه‌ای که لوکال تعریف میشه تحصیلات تکمیلی لول پایین‌ترش رو سعی می‌کنن از مردم منطقه استفاده کنن. یعنی مثلا بچهای آفریقا. ولی توی لول‌های بالاتر همکاری معمولا به تحصیلات آکادمیک بالاتر نیازه. یعنی مثلا شما پی اچ دی باشی یا پست داک باشی. ولی اگه منظورتون اینه که اگه بخوایم وارد بازار دیتا ساینس بشیم به تحصیلات آکادمیک نیاز داریم یا نه، تحصیلات آکادمیک میتونه کمک کنه صرفا، ولی چیز نیست، ملزم نیستید اصلا. یعنی یه نفر ممکنه که تحصیلاتش لیسانس باشه. همین الان ما دیولپرایی رو داریم، حالا این که دیولپر دیتا ساینس هم میتونه مثل همین باشه که طرف مثلا بچه لیسانس ولی الان مثلا دیولپریه که ماهی 30 میلیون تومان 40 میلیون تومان میارزه. یعنی کمتر از این اگه حقوق بگیره کار نمیکنه. اگه کانسرنتون این قسمت مارکتشه میشه، آره اصلا چیز عجیبی نیست، صرفا به میزان تجربه و رزومه شما بستگی داره. و من اصلا یه طرحی داشتم که خودم میخواستم بچهای دبیرستان رو آلوده دیتا ساینس کنم، واسه اینکه اگر واقعا میخوان وارد بازار کار دیتا ساینس بشن شاید اصلا نیازی نباشه به خیلی از تحصیلات آکادمیک. باز تأکید میکنم سرعت میبخشه، کمک میکنه، ولی لازم نیست. اینو گفتن یاد یه چیزی هم افتادم، مثل این که بعضی از جاها مثل فیلم کنم رسالت اون لایگو اینا چیز کردن، اومدن یه سری حالا پروژه که نمیشه گفت این که مردم عامه جامعه بتونن انجام بدن یه کارهایی رو کمک بکنن. فیلم کنم بعضی از این پروژه هم وجود داره توی بعضی جاها، ولی خب جدی نیست دیگه، در حد همونی که بتونیم مثلا نویزا رو خوده بفهمیم انواعش چجوری. اینا دیگه دوستان تعریف کرده بودن از شما، سلامت باشن، لطف دارن دوستان، خیلی شما آدم پایه هستی، دم شما گرم. یه کو بزنیم بریم. تنکی گفتن چرا فیزیکی همه دیتا ساینتیست میشن بعد از دکتر؟ به دو دلیل دیگه، یکی اینکه چاره ای ندارن، یعنی داستان همون داستانیه که یارو وسط دریا بوده کوسه دنبالش میکنه میره بالا درخت، یکی این سمت داستانه، یکی هم از اون سمت داستان هست واقعا. یعنی فیزیکی ها
اگه واقعا فیزیکی شده باشن پرابلم سالورای خوبی، یعنی سولوشن پرووایدرای بسیار حرفه‌ای، و شما واقعا توی فیزیک یاد گرفتی با مسئله کشتی بگیری و اون بیرون یه عالمه آدم مسئله داره، مثلا فقط مسئله ها همون موضوع نیست، یعنی شما توی فیزیک یاد گرفتی مثلا ممانه نمیدونم چرخ گردشی فلان رو حساب کنی، بیاری با اصطکاک اینم در نظر بگیری، مثلا نمیدونم بعد پیش بینی کنی که این آخرش مثلا چند درصد انرژیش مثلا تلف میشه تو مکانیک، یا مثلا چه میدونم اگه قرار باشه فلان موجه از اینجا بیاد از تو این دو تا مثلا سه تا مدیوم رد بشه بعد آخر چه بلایی سرش میاد، یعنی شما مسئله حل کردن رو یاد گرفتی. شما تو فیزیک چیکار میکنی؟ ابزار داری، یه داستان واسه تعریف میکنن، بعد میگن به نظرت آخر این داستان چی میشه، بعد شروع یعنی فیزیکی خوب اینه که بتونه بره از اون ابزار درست رو انتخاب کنه، بیاد شروع کنه این داستان رو تکمیل کنه و اون آخر رو حدس بزنه، این میشه فیزیکی. و حالا گاهی وقتا فیزیکی ها لازمه که ابزار بسازن، واسه همین شما دو سه تا از این ابزار رو برمی‌دارید با هم ترکیب می‌کنی یه ابزار جدید می‌سازی، بعد میشه همون فرمولایی که حفظش می‌کرد، یا اینکه نه اصلا از پایه و استفاده از ریاضیات ابزار می‌سازیم. چرا؟ چون مثلا معادل دیفرانسیل داره. حالا نکته اینجاست که این کماکان همون داستانه، ولی اون بیرون یه عالمه آدم هیچ کدوم این ابزار دستشون نیست و یه عالمه مسئله دارن. مثلا مسئله‌شون اینه که آقا اگه همین الان مثلا کرونا بیاد با چه ریتی ممکنه پخش بشه، اینفکشن ریتش چقدره، دث ریتش چقدره، و شما آمار بلدی و شما ابزار بلدی، شما میگی اگه دیتای این منطقه رو برام بیارید من میتونم اینو واسهتون حساب کنم. این کانسپت‌های ساینتیفیکی که شما بلدی اون بیرون خیلی به درد به عنوان فیزیکی، واسه همین فیزیکی هم بیرون پذیرفته تر هم میتونن باشه. دقیقا. خیلی ممنونم، مثل این که دیگه نظر دیگه سوالی نبود. خیلی ممنونم از علی رضا که وقت گذاشتی. خواهش میکنم، خوشحال شدم، جالب بود، هیجان انگیزه. آره تجربه خیلی جالبیه. خب الان فقط یه سوالی، من این اندو بزنم و بعد بزنم که سیف کنه درسته؟ آره دقیقا. اوکی. بعدش دیگه با هم آهنگ. اوکی. مخلصم، موفق باشید همگی. خیلی ممنون، سلامت باشید، روزتون بخیر. چاکرم، روز همگی بخیر. خدا حافظ.